در مورد به اصطلاح جنبش های سیاسی و کنشگری مردم در جامعه. من فکر میکنم که اینکه مردم الان میان تو خیابون یا روی سوشال میدیا چیز مینویسن و اینها، این چیزی نیستش که مثلا به صورت مقطعی اتفاق بیفته. خب حالا مثلا ما این تاریخ داریم، این اتفاق تو این چیز، این به صورت متداوم این مقاومت از طریق مردم، این مبارزه وجود داشته، ادامه داشته و it's been consistent. ولی خب درجاتش فرق میکنه و خود این درجات در واقع مربوط میشه به روش هایی که جمهوری اسلامی به کار گرفته برای کنترل مردم. مثلا ببینید در دوره حکومت روحانی یک مقدار فضای بازتری، میدون بازتری به مردم دادن برای اینکه نظراتشون رو ابراز بکنن. در موقعی که پندمیک شده بود، کووید 19 شده بود، اصلا من باورم نمیشد که بچه ها میان توی سوشال میدیا و مثلا شهرداری رو به نقل میکشن، دولت رو به نقل میکشن، راجع به مسائل شهری حرف میزنن، راجع به هنر حرف میزنن، همه رو به نقل میکشیدن. یعنی اصلا هیچ ترسی نداشتن از این که صحبت بکنن. بعد ناگهان در آگست 2021 یک ما یک نسخه 80 صفحه‌ای داریم که من حالا اینجا البته به صورت دوتایی اینا رو چاپ کردم، 40 صفحه شده. نسخه زیادی هست، کلوپی هستش که وزارت ارشاد تولید میکنه. این رو زیر نظر به اصطلاح رئیس جمهور جدید آقای رئیسی و محمد مهدی اسماعیلی رئیس جدید وزارت ارشاد، و اینا شروع میکنن به اضافه کردن بر قوانین به اصطلاح سانسور و قوانین فشار روی هنرمند و روزنامه نویسا و هر کسی که شما فکر بکنید که دست در کار کار فرهنگی است. من الان بعضیاشو براتون میخونم که متوجه بشین دقیقاً این نسخه که بهش هم میگن برنامه، توی وبسایت وزارت ارشاد هم بود که حالا من دانلود کردم، حالا نمیدونم هنوزم هست یا نه. مثلا چیزهایی که توش نوشته از وضع موجود هنر و فرهنگ در ایران، مثلا نوشته تبدیل بسیاری از گالری ها و نگارخانه ها به پاتوق ضد انقلاب یا جریان فرهنگی معارض انقلاب اسلامی. یا مثلا در مورد هنرهای نمایشی نوشته انحراف و ابتذال در تالارها و تماشاخانه های خصوصی، حیازدائی از همجنسگرایی در قالب اعطای مجوز به آثار. نمیدونم اصلا معنیش چی اون جمله. یا مثلا در مورد موسیقی نوشته افزایش هولناک ورود گروه های خارجی، ایجاد فضای قالب برای گونه های وارداتی با حمایت برخی سفارت های بیگانه، اعطای مجوز به گونه های ضد تبلیغ موسیقی غربی به ویژه راک و متال. در مورد فشن دیزاین نوشته در دسترس نبودن البسه اسلامی و توهین های بسیار به خانم های هنرمند از اینجور برنامه. وقتی که این در آمد، تمامی هنرمندان ایران از بچه های تئاتر گرفته تا سینما، تا گرافیک دیزاین، تا معمار، تا نقاش، تا سینما، همه اینها اومدن استیتمنت پابلش کردن روی سوشال میدیا های خودشون و به اعتراض کشیدن این نسخه جدید رو و به چالش کشیدن سیستم رو. پس بنابراین این اعتراض ها از موقعی که آقای رئیسی به حکومت رسیده، یعنی شده رئیس جمهور، همچنان پررنگ تر شده از زمان آقای روحانی و رژیم داره الان نتیجه این رو میبینه. حالا آیا کاری که در دوره آقای روحانی میکردن آیا خیلی خوب بوده؟ نه، ولی باهوشتر بوده. یعنی سیستم کنترل همون بوده، یعنی مردم رو کنترل میکردن، قشنگ زیر نظر داشتن همه چیزو. ولی یه کار جالب که کرده بودن، البته جالب به معنای به اصطلاح اینکه هوشمندی به کار برده بودن در کنترل سیستم، این بود که فضا دادن به هنرمندا و به همه بچهای تئاتر و به بچهای موسیقی و اینها فضا دادن و حتی فضای فیزیکی دادن. اگر شما دقت بکنید در چند سال اخیر به خصوص دوره آقای روحانی، اصلا یک پدیده‌های شهری در ایران به وجود میاد که ما اصلا قبلا نشد، مثلا تب پلازا که همه جا پلازا درست می‌کنن. یکیش نمونهش میدان امام حسین هستش که تبدیلش میکنم به پیاده رو که مردم بیان را برن و رژیم بتونه اینها رو ببینه.
یعنی میدان دادن چه به طریق فیزیکی چه تو فضاهای مجازی و چه به طریق استعاری برای اینکه بتونن کنترل بیشتری به مردم داشته باشن. با این کار هوشمند تونسته بودن در واقع یه مقدار میدون بدن به بچه ها. یعنی بچه ها میمدن بیرون کارهای میکردن، اصلا آدم شاخ در نمیاد. مگه میشه شما نمایشگاه از این موضوع مثلا درست کردین راجع به کمونیسم در زمان شاه نمایشگاه درست کردین؟ مگه میشه همچی چیزی؟ بعد اینا رو میامدن و بیشتر مورد چیز قرار میدادن، مورد کنترل قرار میدادن. سیستم هایی رو به کار می بردن که من البته توی این کتاب ازش نام بردم، اسمش هست Alternative Iran Contemporary Art and Critical Spatial Practice. منظور نظر من روی فضا سیستم های کنترل فضاییه. مثلا از سیستم هایی که من بهشون یه ترمینالوجی دادم، مثلا فرض بکنین Aggressive Mimicry. مثلا بچه ها میرن Underground، جمهوری اسلامی هم Underground درست میکنه مثل همونه، یعنی تقلیل میکنه برای که بتونه کنترل رو بیشتر بکنه. یا مثلا predatory sterilization، یعنی یک جور زیبایی سازی شهری که بتونه توجه و به اصطلاح کنترلش رو روی مردم بیشتر بکنه، که مثلا نمونه هاش همون میدان امام حسین هست، فضای باز میره تب پلازا که رو افتاده در ایران، و نمونه دیگرش هم مثلا ایجاد پارک بانوان و اینها که بتونن کنترل رو بیشتر بکنن به اسم این که دارن در واقع آزادی میدن به خانه.